سلام دوستان، امروز یک مقاله ای رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما مقاله امروز به انواع رژیم های غذایی میپردازه که آمریکایی ها در دهه‌های مختلف اونها رو ساختن و پیروی کردن. اما چیزی که در مورد این مقاله جالب هست این هست که با وجود این که این رژیم های غذایی مخصوص آمریکایی ها بوده و اونها این رژیم های غذایی رو تولید کردن، اما انگار برخی از این رژیم های غذایی به دیگر کشورها هم صادر شده و تا به امروز هم برخی از این رژیم ها پیروان خاص خودش رو داره. و البته این رو هم باید بگیم که برخی از این رژیم ها با وجود این که پایه علمی نداره، اما خود ما هم شاید داریم اونها رو پیروی میکنیم. و مقاله میاد یک توضیحات خیلی مختصر رو در مورد هر دهه که رژیم‌های خاص خودش رو تولید کرده و مد شده داخل اون دهه میاد یک توضیحات مختصری میده. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما در ابتدای مقاله یک سری آمار و ارقام رو در مورد رژیم‌های غذایی که آمریکایی‌ها می‌گیرن بیان می‌کنه. این آمار و ارقام به این شکل هست که مقاله بیان میکنه که 45 میلیون نفر تقریبا سالانه داخل آمریکا رژیم میگیرن. با وجود این که اهداف این رژیم ها یکسان هست، اما تعداد افراد از راه های مختلف زیادی به اون هدف خودشون میخوان برسن. و چیزی که جالب هست این هست که تقریبا در آمریکا هر دهه یک رژیم خاص مد میشه و تعداد زیادی از اون پیروی میکنن. ولی چیزی که نگران کننده هست این هست که شاید پشت برخی از این رژیم‌های غذایی هیچ دستورالعمل و منطق علمی وجود نداشته باشه. و اما از اینجا به بعد مقاله شروع میکنه رژیم‌های مختلفی که از دهه 1830 در جامعه مد شده بودن رو بیان میکنه با یک سری توضیحات مختصر در موردشون. و اما اولین رژیم غذایی که در دهه 1830 مد شده بوده برمیگرده به یکی از وزرای آمریکا که در مورد خطرات استفاده از آردهای فراوری شده هشدارهای زیادی میداده و به صورت خیلی سخت گیرانه به مبارزه بر علیه استفاده از آردهای فراوری شده در تغذیه انسانها برخواسته بوده. این اولین رژیمی بوده که به صورت جدی در دهه 1830 شروع به کار کرده بوده و مد شده بوده داخل جامعه. و اما رژیم غذایی بعدی که در جامعه خیلی محبوب میشه برمیگرده به دهه 1860 که یکی از کشتیگیری های انگلیسی واسه اینکه کاهش وزن در خودش ایجاد کنه میاد در رژیم غذایی خودش به مقدار خیلی زیادی کربوهیدرات رو کاهش میده و بعداً داخل یکی از کتاب‌های خودش در مورد این رژیم غذایی توضیحاتی رو میده. این رژیم غذایی اینقدر داخل آمریکا و بریتانیا محبوب میشه که اسم این کشتیگیر تبدیل به یک فعل در فرهنگ لغت عامیانه مردم میشه. و اما اتفاق بعدی که در اوایل قرن بیستم رخ داده بوده در حوزه تناسب اندام سالن‌های کاهش وزنی بوده که مشتریان داخل این سالن‌ها بین دو تا غلتک قرار می‌گرفتن که این غلتک‌ها از طریق نیروی برق تا 80 بار در دقیقه بدنشون رو به بالا و پایین فشرده می‌کرده و این باعث می‌شده که طبق نظر اون افراد که کاهش وزن و تناسب اندام در بدنشون ایجاد بشه. این چیزی بوده که در اون دهه خیلی مد شده بوده. و اما رژیم غذایی بعدی که در دهه 1930 مد شده بوده رژیم غذایی گریپ‌فروت بوده. داخل این رژیم غذایی وعده کاهش وزن رو به این صورت مطرح می کردن که اگر شما در هر وعده غذاییتون یک گریپ‌فروت رو استفاده کنید کاهش وزن در بدنتون اتفاق خواهد افتاد. و اما رژیم غذایی بعدی رژیم غذایی سوپ کلم بوده که 20 سال بعد اتفاق میفته و مد شده بوده در جامعه. داخل این رژیم غذایی به اون مصرف کننده ها اجازه داده میشده که هر چقدر که میخوان از سوپ کلم استفاده کنن داخل غذاهاشون. و اما رژیم غذایی دهه بعد هم بر اساس رژیم غذایی ژاپنی ها بوده که داخل اون خیلی توصیه داده میشده به انسان ها که از سویا، برنج قهوه‌ای و سبزیجات استفاده کنن.
و اما 3 سال بعد یک رژیم غذایی و یک سبک جدید ابداع میشه که به مردم پیشنهاد داده میشده به جای این که از یک رژیم غذایی به خصوص پیروی کنن، به مدیریت اون غذاهایی که مصرف میکنن بپردازن. خب این رژیمی بوده که در اون دهه و در اون سالها دیگه مد شده بوده. و اما تقریبا 1 دهه بعد یک متخصص قلب یک رژیم غذایی جدیدتر رو بیان میکنه و این رژیم غذایی به صورت عمومی مطرح میشه. این رژیم غذایی به مصرف کننده ها این پیشنهاد رو میداده که اگر شما کربوهیدرات مصرفی خودتون رو به مقدار زیادی کاهش بدید، بدن از چربی های بدنتون به عنوان یک منبع سوخت استفاده میکنه. پس در نتیجه چربی های بدن شما سوخته میشه و آب میشه و شما به تناسب اندام خواهید رسید. و اما رژیم غذایی بعدی که در دهه 1980 مطرح میشه، رژیم غذایی بیورلی هیلز بوده. داخل این رژیم غذایی به مصرف کننده ها این ایده رو میداده که برخی از غذاها میتونه با هم دیگه ترکیب بشه، اما برخی از غذاها نمیتونه و باید به صورت تکی مصرف بشه. به عنوان مثال شما میوه ها رو باید تکی مصرف کنید، به ویژه میوه آناناس، یا اینکه شامپاین خنسا هست و شما میتونید با هر غذایی اون رو مصرف کنید. خب این رفت آمدهای انسان ها بین رژیم های غذای مختلف تا دهه های بعد هم ادامه داشته و انسان ها داخل رژیم های مختلف در برخیشون کربوهیدرات رو مضر می دونستن، در برخی از اونها چربی ها رو مضر می دونستن. اما رژیم غذایی که در دهه 1990 مطرح میشه رژیم غذایی مدیترانه‌ای بوده. این رژیم غذایی به مصرف کننده ها پیشنهاد میداده که از چربی های سالم استفاده کنند. به عنوان مثال روغن زیتون، غلات کامل، گوشت بدون چربی یا ماهی ها، مقدار زیادی سبزیجات به عنوان مثال استفاده کنید. خب این رژیم غذایی یک رژیم غذایی باستانی هست و متخصصان تا به امروز هم این پیشنهاد رو به مصرف کننده های خودشون میدن که از این رژیم غذایی مدیترانه‌ای استفاده کنن. و اما اگر فکر میکنید که باقی مانده قرن 20 و آغاز قرن 21 دیگه رژیم های غذایی محو شدن و همه بر اساس همون رژیم غذایی مدیترانه‌ای عمل میکنن، سخت در اشتباه هستید. در این بازه زمانی رژیم‌های غذایی مختلفی باز در جامعه مد میشه. و اما چیزی که خیلی جالب هست، شاید در ظاهر برخی از این رژیم‌های غذایی جدیدتر جدید باشن و نو باشن واسه مردم، اما چیزی که در باطن و توصیه‌هایی که در باطن اتفاق میفته، ما شاهد این هستیم که برخی از این رژیم‌ها کاملاً تکراری هستن. و اما در انتها چیزی که مقاله بهش اشاره میکنه و جذاب هست این هست که با وجود این که یک سری بحث های خیلی عمیق و فلسفی در سطح جامعه وجود داره، به عنوان مثال تاریخ، طبیعت، پول، قدرت، در کنار این بحث های عمیق و فلسفی بحثی مثل رژیم غذایی هم در جریان هست و تونسته دووم بیاره در کنار این بحث های خیلی عمیق. و چیزی که نشون میده این هست که انسان ها یک میل دستیابی به کمال جسمانی در درونشون همیشه وجود داشته. خب دوستان، این مقاله ای بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر مقاله امروز رو مفید میدونستید، میتونید ویدیوی امروز رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودید و خدا نگهدار.